دوستان خوبم، سلام، من شهاب صادقی هستم، معلم گیتار شما. خیلی خوشحالم که کلاس‌های گیتار رو با شما برگزار میکنم و از اینکه میبینم شما اینقدر این ویدیو براتون جذابه بسیار خوشحالم. بچه یک سری ویدیو داریم که از امروز استارتش رو میزنیم، سری ویدیوهای آموزش صدا سازی. من میخوام از بیس بهتون کامل آموزش بدم، هم راجع به تجهیزات، هم راجع به اینکه چی بخریم، چی و کی بخریم، هر کدومشون به چه دردی میخوره و با هر کدومشون چجوری صدا سازی بکنیم. امروز میخوام براتون راجع به مولتی افکت صحبت بکنم. میدونی که ما چند سیستم صداسازی برای گیتار الکتریک داریم. یکیشون اینه که از آمپلیفایر استفاده کنیم، از مولتی افکت استفاده کنیم، از پدال بورد استفاده کنیم، از سیستم کارت صدا و کامپیوتر استفاده کنیم. سیستم متنوعی است. کلاس امروز ما اینه که مولتی افکت چیه، به چه دردی میخوره، کاربرداش چیه، چجوری ازش باید استفاده کرد و کی باید بخریمش. مهمترین رکنه. یعنی بچه ها، برای میخوام شما رو بعد از این 10-20 ویدئویی که براتون میگیرم، شما دیگه یاد بگیرین که بدونین برای هر کاربری، یعنی اینو بتونم جا بندازم که هر کاربری باید براش یک چیزی خرید. یعنی اینجوری نیستش که شما چون آمپلیفایر خوبه برم آمپلیفایر بخرم، چون مولتی افکت خوبه برم مولتی خوب و بد میخوام بگم که نداریم و برای هر کاربری باید یک خریدی بکنیم. خب امروز مولتی افکت، ببینین مولتی افکت یک دستگاهیه. من یه نمونهشو به شما نشون میدم. اینه، اینی که من دارم، این مولتی افکتی که من دارم از برند فرکتال مدل X8ه. مولتی افکت میبینین که یه سری دکمه مکمه رو خودش داره، یه سری سویچ داره، یه سری ولوم داره، یه پنل مثلا نمایشگر رو خودش داره. همه یه مولتی افکت ها اینا رو دارن. حالا توشون چیه؟ ببینیم، مولتی افکت میاد یک سری افکت و آمپلیفایر رو خودش شبیه سازی میکنه. یعنی مولتی افکت یک دستگاهیه که زیر پای شما قرار میگیره با یه سری پدال سویچ و روی یه IC کمپانی سازنده مولتی افکت میاد. مثلا شما احتمالا شنیدید آمپلیفایر مارک مارشال مدل JVM، مارشال مدل JCM، مساوگی مدل نمیدونم مارک 2 3 4 5، مساوگی مدل رکتیفایر تریپل دوال سینگل، نمیدونم برندهای دیگه. از برند دیزل آمپلیفایر شنیده باشین، VH4، دیمال، هربرت. از برند باگنر، برندهای مختلف آمپلیفایر شنیده باشین. کمپانی مولتی افکت ساز میاد همه اون صداها رو شبیه سازی میکنه و میریزه توی IC. این از آمپلیفایرها، هم هدشون هم کابینتشون و همچنین همه افکت ها. چند مدل پدال دیلی داریم، احتمالا شنیده باشین از برند بوس DD3DD7، از برند MXR آنالوگ کربن کپی و برند مختلف. این پدال های مختلف دیلی، پدال های مختلف ریورب، پدال های مختلف EQ، پدال های مختلف واه، پدال های مختلف کورس، فلنجر، فیزر و پدال های مختلف اووردرایو، دیستورشن، همه رو دوباره شبیه سازی میکنه، میرزه توی IC. این دستگاه یک دستگاهیه که تو خودش یه سری مدار دیجیتال هست که صداهای پدالها و آمپلیفایرهای آنالوگ رو شبیه سازی کرده. خب حالا مزایاش چیه؟ شما دریایی از پدالها و آمپلیفایرها رو شبیه سازی شده شو اینجا دارید تو این دستگاه. معایبش چیه؟ معایبش اینه که خب شما هر کدوم از اون آمپلیفایرها مثلا چند هزار دلار قیمتشونه، هر پدال چند صد دلار قیمتشه، شما کلش رو ریختی توی یه IC 100 دلاری، به طور مثال دارم میگم. خب آیا کیفیت همون میشه؟ همون شبیه سازی شده؟ نه، مسلمه که خب کیفیت خیلی اومده پایین. آن معایب کیفیت پایینشه. حالا ما داریم از مولتی افکت 100 دلاری تا مولتی افکت 4000 دلاری. مولتی افکت 100 دلاری یه جوری، ببین یه دستگاهه که کلی باکس و پدال و دکمه و فلان و اینا به علاوه مدار دیستوشن همه رو هم 100 دلار که احتمالاً پول IC‌ش مثلا میشه 20 دلار. ایشون با 20 دلار شبیه سازی اون
چند ده هزار دلار رو کرده. این یک کوالیتی. اون مولتی افکت 500 دلاری یک کوالیتی، مولتی افکت 1000 دلاری یک کوالیتی و مولتی افکت 4000 دلاری یک کوالیتی دیگه ای داره. بنابراین هرچی که مولتی افکت شما قیمتش میره بالاتر، جدا از اینکه قابلیت هاش بیشتر میشه، امپ سیمولیتور ها و افکت ها تعدادشون بیشتر میشه، کیفیتشون هم بالا میره. به طور مثال این مولتی افکتی که من دارم از برند فرکتال و همچنین مولتی افکت از برند نورال دی اس پی و همچنین مولتی افکت از برند یه دونه دیگه هم بود که الان خیلی کمپر و همچنین مولتی افکت از برند لاین 6 یه مدل داره. خلاصه 5 6 تا از این مولتی افکت های بالای 2000 دلار یا 1500 دلار 2000 دلار به بالا هستن که بسیار امپ سیمولیتور های قوی و بسیار افکت سیمولیتور های قوی دارن، ولی خب قیمتشون هم 40 50 میلیون تومان میشه دیگه به بالا. اینها خب خیلی شبیه سازی خوبی کردن از مولتی افکت، از افکت ها و آمپلیفایر ها و کابینت ها و میکروفون ها و همه سیستم ها. بنابراین استفاده از اینها، خب اگه من برم مولتی افکت های بسیار گرون قیمت بخرم، مسلما کیفیت صدای خیلی خوبی دارم و تنوع صدای خیلی خوبی هم دارم. پس قیمت فاکتور اصلی انتخاب این سیستم هست. و همچنین ببینید، یکی از مهمترین مزایایی که سیستم مولتی افکت داره اینه که شما همه اون دفتر دستک افکت و آمپلیفایر و فلان و پدال و مدال رو توی یک دستگاه دارید. اینو میذارید تو کیفتون، میزنین زیر بغلتون، میبرین. امشب اصفهان کنسرت دارین، میبرین اصفهان. فردا شیراز کنسرت دارین، میبرین شیراز. پس فردا تهران کنسرت دارین با همین یه فسقلی. در حالی که اگه سیستم اورجینال همین، یعنی در واقع آنالوگ آمپلیفایر و پدال همینو میخواستم ببرم سر کنسرت، باید یه هد و کب که مجموع وزنش شاید بشه 100 کیلو و امپایی که هداشون لامپی هستن و خیلی حساسن، یه تکون خیلی محکم بخوره یا یه ضربه بهش بخوره لامپاش خراب میشه وسط کنسرت و فلان، و کلی کیبل کشی پدال و پدال بورد و اصلا منطق برای سیستم کاربری ایرانی نداره و همچنین شاید خارجی های نسبتا آماتور نداره. پس مهمترین فاکتور بهره برداری از فردی که دنبال مولتی افکت ها هستش حمل و نقله. یکی از سختی‌های دیگه که مولتی افکت داره کار کردن باشه. ببینید، شما آمپلیفایر داشته باشید، دکمه رو می‌زنید روشن، یه گین داره، یه ناب گین داره، ناب والیوم داره، چه می‌دونم بیس و تریبل داره، همین. اینجا شما هزار تا دکمه است. تو نرم افزاری هم که می‌تونید با نرم افزار باش کار کنید، پس هزار تا دکمه و آپشن صدا سازی می‌خواد و دانش صدا سازی که اصلا هم کار آسونی نیست. یعنی شما اگر که بلد نباشین احتمالاً صداتون خیلی صدای به درد نخوری میشه. و پریست هایی که تو خودش سیف هست کمپانی میسازه هم خیلی صداش بده. بنابراین اگر که دانشش نباشه واقعا کار کردن باش منطقی نیست و برای کسب دانشش هم واقعا یک علم میخواد. پس کاربری باهاش سخته کار کردن. این دیگه از معایبی که داره، از مزایایی که داره اینه که شما توی مولتی افکت هم هد دارین شبیه سازی شده، هم کابینت دارین شبیه سازی شده، هم میکروفون گذاری شبیه سازی شده. در واقع شما دیگه نیاز ندارید این مولتی افکت رو بزنید به کابینت. این دیگه کابینت و مبینت و همه چی شبیه سازی شده، مستقیم میتونه بره به میکسر برای سالن یا اسپیکر اکتیو برای کنسرت و تمرین، هر چیزی. این مستقیم میره به اسپیکر، هیچ چیزی دیگه نیاز نداره، همه چی قبلا شبیه سازی شده. پس مهمترین مزیتش اینه که همه چیز توشه. اگرم که پول زیاد براش خرج کنم، یعنی یه مولتی افکت گرون قیمت که شبیه سازی خیلی با کیفیتی داره، دیگه همه چیزو تو خودش داره، خیال منو راحت میکنه. فقط یه اسپیکر نیاز دارم. یعنی شما اگر برای منزل میخواین خریداری بکنین، که من پیشنهاد نمی کنم، چون که چرا برم اینو بخرم؟ مگه اینکه حالا توی شرایط ویژه‌ای اگه میخواین برای منزل خریداری بکنین، شما یه اسپیکر هم احتیاج دارین. خود اسپیکر
قیمت بالاخره اونم از ارزون داره تا گرون. شما وقتی که مولتی افکت تو گرون می‌خری حتما بعد اسپیکرت هم گرون بخری دیگه، نمیشه که شما مولتی افکت تو بخری $2000 اسپیکر تو بخری $200. خب اون همه شبیه سازی و اون همه چیزای با کیفیت اونور بره توی خروجی بد صدا، بنابراین هزینه میره بالا و کاربری اصلیش که حمل و نقل آسان هست شما اصلا ازش استفاده نکردی، گذاشتی دم پاد همین فقط تو خونه دکمه خاموش روشن. خب همین کارو میتونستی تو خود آمپلیفایر بکنی. چرا اومدی مولتی افکت خریدی؟ مولتی افکت کسی عموماً میخره که حرکت کار براش مهمه، زیاد میره سر تمرین. من میتونم آمپلیفایر ببرم؟ نه. من میتونم لپتاپ و کارت صدا اینا ببرم؟ نه. پس اینو برم دارم میرم یه مولتی افکت میبرم. خلاصه میکنم فردی باید مولتی افکت بخره که این فرد حمل و نقل براش خیلی مهمه و از کیفیت میکاهه مولتی افکت با توجه به شبیه سازی کیفیت پایین آورده شدهش ازش میگذره، میگه من برام حمل و نقل مهمتره، یا ازش نمیگذره، هزینه زیادی میکنه و سیستم های دیجیتال خیلی قدرتمند بروز میخره که نزدیک به بالای $1500 قیمتشون هست. این از این. حالا آقا ما خریدیم، گیرم به هر دلیلی، خیلی ها رو میبینم اشتباه رایجو میخوام بگم، مولتی افکتشون رو میزنم به آمپلیفایر. ببینید مولتی افکت دیگه به آمپلیفایر بچه ها، یعنی امپلیفیکیشن احتیاج نداره، به پری امپ و پاور امپ خروجی احتیاج نداره، همه چیز رو تو خودش داره. شما اگه داری مثلا یه مولتی افکت خریدی 10 میلیون، 10 میلیون هم خریدی آمپلیفایر، حالا اینو به اون وصل میکنی، شما کلی از اون 10 میلیون آمپلیفایر رو ریختی سر لاشقال، چون اون آمپلیفایر رو خودش کلی هزینه شده، اون کلی از اون هزینه 10 میلیون بابت پری امپ و پاور امپ و اون ووفرشه که شما خیلیشو احتیاج نداری، چون داری از کلین اون استفاده میکنی، از کلین آمپلیفایر. نمیگم کار هیچ کس نمیکنه، کار اصلا رایج و به صرفه ای نیست. شما نیاز ندارید به سیستم امپلیفیکیشن برای مولتی افکت، شما فقط به یک اسپیکر اکتیو احتیاج دارید، اسپیکری که میزنید تو برق، از اینایی که تو این عروسی عروسی ها و نمیدونم آشورا و اینجور چیزا میبینید دیگه، اس باندای بزرگ اکتیو، حالا الان اونوره نمیتونم براتون بیارم، از این باند اکتیو بزرگا، حالا مثلا من جی بی ال شو دارم و تمام، این به اسپیکر و تمام. اشتباه رایج دیگه اتصال مولتی افکت به صورت دایرکت به آمپلیفایر و استفاده از دیستورشن آمپلیفایر. متوجه شدین؟ دیستورشنم از آمپلیفایر میگیرم و مولتی افکت رو به صورت دایرکت میزنم، یعنی مستقیم، یعنی گیتار به مولتی افکت، مولتی افکت به آمپلیفایر، و از افکتش استفاده میکنم مثل دیلی و ریورب و اینجور چیزا. این مشکل کجاست؟ برای اینکه خیلی از این افکت ها نباید تو مسیر دایرکت قرار بگیرن. میتوانم مولتی افکت رو ببرم تو مدار لوپ آمپلیفایر، تو مدار پشتی لوپ آمپلیفایر استفاده کنم، ولی تو دایرکت دیگه نباید استفاده کنم، اگر که میخوام دیستورشنم از آمپلیفایر بگیرم. اگر که دیستورشنم میخوام از خود، یعنی جنس صدا رو بخوام از خود مولتی افکت بگیرم، که دیگه اصلا به امپلیفیکیشن کلا احتیاج ندارم. این هم شد دو اشتباه رایجی که برای استفاده از مولتی افکت استفاده میکنن. مولتی افکت ها عمدتا بیشتر از 90%شون رو خودشون کارت صدا نصبه، یعنی شما اگر که حالا خوباشون و ارزوناشون رو نه، خوباشون رو خودش کارت صدا نصب داره، یعنی شما دیگه نیاز به کارت صدا ندارید، میتونید مولتی افکتتون رو متصل کنید به پی سی تون و ریکوردر رو با این انجام بدید. حالا چه میخواد، را ریکورد یا با افکت ریکورد، یعنی میتونید خام ریکورد کنی یا از صدای خودش استفاده بکنید. اینم از مزیت هاست. در واقع مولتی افکت یک دستگاه بسیار پرکاربرده برای فردی که از این قابلیت ها میخواد استفاده کنه. امیدوارم که ویدیو براتون مفید بوده باشه. من سعی میکنم که سیستم ها رو به طور کل معرفی بکنم در یه سری ویدیوی مجزا، بعد از هر کدومشون استفاده بکنم، باشون صدا سازی بکنم، بهتون یاد بدم چجوری صدا سازی، و یه دریایی از ویدیوها رو از امروز با هم دیگه باز میکنیم. مواظب خودتون باشین و خدا نگهدار.